بینندگان عزیز، من میخوام برنامه رو شروع کنم. 100% ایراد خواهد گرفت. خوش آمدید به برنامه فیس تو فیس، برنامه مورد توجه همه شما در سراسر دنیا. همچنان از خانه از کالاباسس کالیفرنیا با شما هستیم. تلویزیون تپش، درود فرمان، علیرضا قاسمی و من هم مثل همیشه حسین مجید هستم. عوض نشد یعنی؟ قول به خدا کاری که شما میکنید من واقعا هر روز دارم عوض میشم. همون تعجب هم گفتم خدا نکنه عوض شدیم. باور کنید اصلا مگه میشه با علیرضا برنامه اجرا کرد؟ یه مقدارم مجبوری کارهای مختلفی دیگر هم انجام بده و نظر معاشرت و عوض نشیم. غیر ممکنه. تا حالا من 200 مرتبه عوض شدم. سه نفر هم یعنی تو چطوری تحملش میکنی؟ به منم میگن. حالا به این خدا رو شکر 200 نفر من، به هزاران نفر من میگن. من دوست دارم ببینم اون هزاران نفر یه نفر بیاد از آدمایی که دور و بر هستن بیاد بگن آقا ما یه حرفم زدیم. در هر صورت دوستان از این تابستان گرم و طولانی حداقل ما اینجا داریم، نه شما که در استرالیا هستید دارید به برنامه ما نگاه میکنید، ولی در هر صورت ما ادامه میدهیم و خوشحال هستیم همچنان در این دوران باور نکردنی ما تونستیم به قول معروف برنامه رو طوری با خیلی زحمت کشیدی علیرضا و دیگر بچه های تلویزیون تپش تونستیم برنامه بسیار خوبی برین رو آنتن. و خب چه خبر هست؟ همه چیز خوبه. والا آمریکا فعلا درگیر کرونا نیست و چیزی که مهمتر از همه چیز است برای ما کروناست، ولی فعلا درگیر این هستش که چه کسی قراره بیاد به عنوان معاون کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات و معرفی بشه، که خب خانم هریس رو اعلام کردن که ایشون هم یک سیاه پوست هندی تبار هست، هندی تبار و میشه گفت پدرش از جامائیکا، بله، جزء افرو امریکن، بعد مادرش از دست سالهای 1960 به امریکا آمدن، هر دو به یک دانشگاه رفتن در برکلی در شمال کالیفرنیا. پدر خانم هریس که خودش وزیر دادگستری ایالت کالیفرنیا بود، بعد هم اومد و به جای خانم باربرا باکسر شد سناتور کالیفرنیا و الان هم انتخاب شده به عنوان خودش و به عنوان معاون ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات. پدرش هم که استاد دانشگاه استنفورد، مادرش برای سرطان سینه پژوهش میکرد که خودش هم در سال 2009 درگذشت. در صورت ببینید چه اتفاقی میفته. و خب خانم کامالا هریس رو میگن که یک سیاه‌پوست آمریکایی یا افریکن آمریکایی، سیاه‌پوست افریقایی آمریکایی، و اونم به خاطر پدرش که در جامائیکا به دنیا آمد، بعد اومد به امریکا و برمیگرده عقب، رب پیدا کرد که اجدادش برده بودن که از افریقا آوردنشون به کجا؟ به جامائیکا. همه سیاهایی که اینور هستن همین اگه پیشینه نداشتن، بله، همشون همین پیشینه نداشتن. ولی خب ببینیم، از موضوع یه مسئله که برای خیلی ها جالبه عنوان میشه و به خصوص ما ایرانی ها که به صورت همیشه حاضر در صحنه هستیم، به نظر ما همیشه حاضریم، هر چی باشه ما هستیم. آره، مهم این هستش که وایس پرزیدنتی یا معاون ریاست جمهوری نقش آنچنانی در دوران پرزیدنسی نداره. نقشش نقش بیشتر پروتکله، بیشتر نقش آنچنانی نیست، چون نه تصویر میتونه بگیره نه قراردادی رو میتونه عنوان کنه درباره اش. خیلی جاها شرکت میکنه، جایی که ریاست جمهوری امریکا نمیتونه شرکت درسته. کنه و یک سمبل خیلی خوبیه، پروتکل دیگه، پروتکله. یعنی وقتی بهش نگاه میکنید به این صورت بهش عنوان میشه. این نیستش که مثلا الان این آدم بودنش چه نقش موثری در فردای آمریکا باید به وجود میاره. باید دید این دوتا اصلی ها، اون دوتا شاخ ها در واقع چه نقشی دارن. متوجه اون دوتا رو باید نگاه کرد که ترامپ در مقابل بایدن. آره، در مقابل بایدن و منتظر اون مناظرات تلویزیونی هستیم که خیلی جالب خواهد بود. بله. همینطور معاونین دو نماینده آنها هم مناظرات تلویزیونی خواهند داشت. ولی خب فکر میکنم اینطور که من خوندم مسابقه یک به یک مساوی میشه.
یعنی این واسه تو من بگم این یک به یک معاونا رو فکر میکنم معاونا رو کابینا هریس پنس رو میزنه ولی ترامپ مطمئن باشید که از هر گروه یه نفر در بیمارستان خواهد آره ترامپ مطمئنن برای جو بایدن برنامه ریزی هایی داره ولی خب این تو که به نظر میاد جو بایدن 78 ساله وقتی که دور دوم فرا میرسه اگر انتخاب بشه دور دوم که میاد 82 سالش خواهد بود و بعد فکر میکنم خودش هم اینطوری به نظر میاد که جو بایدن یک دوره‌ای خواهد بود. بله. یک دوره‌ای خواهد بود و کسی انتخاب کرده شاید اگر اول بریم که آقای دانشمند و کاخ سفید بیاد بیرون به عنوان مثال شکست بخوره ریپابلیکن ها بعد اینها برن تو کاخ سفید بعد خانم کامالا هریس بیاد برای ریاست جمهوری آمریکا به عنوان بعد از معاونت خودش ببینید کی جلوش قرار میگیره از ریپابلیکن پارتی بعد شانس خوبی داره که یه تاریخ درست بشه. ببینیم چی میشه دیگه. ببینیم چی خواهد شد. دیگه چه خبر. خب چند تا مسئله دیگه. اولا بهتون میگم در امریکا بالای 5,200,000 نفر مبتلا به بیماری کرونا ویروس شدن. بله. بعد نزدیک 170,000 نفر فوت کردن. در دنیا اگه بخوایم نگاه کنیم 2.5 میلیون نفر مبتلا شدن و نزدیک 800,000 نفر شاید ولی عدد هم درست نیست از نظر عدد بیشتر از این حرف هست بیشتره خیلی بله. بیشتره علیرضا سه تا کمپانی مهم هستن که در رده سوم سوم هستن و رده سوم نوواکس یکی از اوناست دومیش از مدرنا هفت بله و فایزر این سه تا و کمپانی که کجا هستش شرکتی که در آکسفورد انگلیس هست اینها در بالای جدول هستن و در رده سه عریضا یعنی روی هزاران نفر امتحان میکنن درسته یعنی فیز سه روی هزاران نفر انتخاب میکنن بعد وقتی که اپروف شد اینو میدن به عنوان مثلا به کشورهای مختلف حالا اونا باید تصمیم بگیرن آقا این به مردم ما میخوره یا نمیخوره انجام بدیم انجام ندیم الان باز دوباره دو روز پیش آمریکا از مادرنا باز دوباره میلیون ها چند صد میلیون دلار نزدیک به یک میلیون دلار به قول دوستی یک بیلیارد نه میلیارد نه بیلیون بیلیارد یاد بیلیارد افتاد یک بیلیون دلار یا یک میلیارد دلار خریداری دوباره کرده آمریکا برای مدرنا از مدرنا و مدرنا میگن نزدیکترین کمپانی که به ساحل میخواد برسه اما باز دوباره دو روز پیش روس‌ها این شیشه واکسن خودشون رو به نمایش گذاشتن که این هم واکسن پوتین گفت من دخترم استفاده کرده اینطوری خوندم نمیدونم واکسن به دختر یعنی... خودم برای دختر خودم استفاده یعنی کفش استفادهش کرده من شنیدم ولی حالا ببینید اینه که من میگم خواهش میکنم ندویم بریم سهام بخرینا اصلا توصیه نمی کنم ولی مدرنا سهامش 15% رفت بالا خب آره دیگه حالا تا ببینیم که اینا در اصل اینم از این خبر ها از این خبر بعد از نظر یک کتاب جلوی ما هست بله نگاه کنه به یک مرد قدیمی مطبوعات درسته از سالهای خیلی خیلی دور تا الان که الان مجله موفق فردوسی در امریکا دارن و در ایران بله از ایران تا به اینجا البته الان در امریکا چاپ میشه به مجله فردوسی با دختر نازنین اصل پهلوان و عباس پهلوان اینها زحمت میکشن مجله خوبی بیرون میدن با یک سری هیئت تحریریه کسایی که مینویسن نویسندگان مختلف که کمک میکنن برای مجله بسیار خوب طرفدارم زیاد داره کتابی نوشته رضا به اسم مثلا خاطرات بله اتفاقا چند بار درباره این کتاب من و شما با هم دیگه صحبت کردیم شناختن عباس پهلوان برای همه ماها جالبه بخاطر یکی از پیشکسوتان قلم به دست در تاریخ معاصر ماست و کتاب مثلا خاطرات کتاب دیدنی است که حتما بخونید فکر کنم این خاطرات اینجا تموم نخواهد شد اینطور که من فکر میکنم ولی و اینقدر که ایشون خاطرات داره ولی وقتی الان داریم به این کتاب نگاه میکنیم
پر از مطالبه و امیدوار هستم که این کتاب در ایران هم چاپ بشه. خبری داری از ایرانش؟ نه در ایران خبر ندارم. یه آدم واقعا خاکی هستش عباس پهلوان، نمیخواست آنچنان بخواد یه چیز عجیب غریب انتخاب بکنه. گفتم این خاطرات منه، بخونید، صفحات خیلی زیادی داره. خیلی جالب. در صفحه آخر عکسای بسیار بسیار خوبی داره. اون اکثر هم اونا رو بخشی که تو نگاه کردی. من کتاب عکس نشسته اصلا، چون فقط عکسش نگاه می‌کنم. و اینجا در صفحه دوم ناهید پهلوان رو از دست دادیم. دو سال پیش کتاب رو تقدیم کرده به ناهید پهلوان همسرش. و در اصل تعداد صفحاتش هم رضا اگه بخوام بگیم بر نزدیک 350 صفحه در کتاب بازم یک بار دیگر مثلا خاطرات. درود فراوان به عباس پهلوان عزیز. همینطور. این از این ماجرا. خب یک فیلمی عریضا من دیدم قبل از برسیم به چیزایی در روح شاد، هنرپیشه خیلی خوب، زیبا، انسان واقعی. یک فیلم من آشنا نبودم اصلا باشه، عریضا خیلی باشه آشنا بود. ماه چهره، درسته؟ بله، ماه چهره خلیلی. البته من بیشتر در مورد پدرش بیشتر میدونستم، نه که با پدرش دوست نبودم، با در مورد پدرش بیشتر اطلاعات داشتم تا خودش. و جدیدن هم یه فیلمی دیدیم که یه مصاحبه باش داشتید سالها پیش بود به دلیل فیلم چشمان سیاه، به بهانه چشمان سیاه آقای ایرج قادری ماه چهره و بعد هم چرا اینجا بودن برای اون فیلم؟ برای نمایش فیلم. برای نمایش فیلم. برای نمایش فیلم به آمریکا اومدم. بله. و ماه چهره از باش آشنا شدم که انگلیس زندگی میکرد. و خب توی این فیلم رضا گلزار بازی میکرد، رضا عزیز بود و ماه چهره عزیز و آقای قادری هم که کارگردان فیلم بودن در واقع. چطور بود فیلم؟ فیلم خوبی بودش. فیلم این آغاز جلوی دوربین رفتن برای ماه چهره بود. و در اونجا میگه تست، شما میگه تست گرفتی ازش؟ گفتین من اهل تست گرفتم نیستم. آره آقای قادری گفت من تست اصلا نگرفتم ازش، دیدم گفتم خوبه. و با مادر بزرگش رفته بود که خانم پروین سلیمانی بوده. و خب این الان همون ویزا رو داشته در واقع دیگه. اون ویزای ورود به سینما رو مثل هنرپیشه هالیوودی که داریم میبینیم، مثل درو بریمور و اینا، که به خاطر پدر یا مادر یا مادر بزرگشون اینا وارد سینمای آمریکا میشن. حالا تو ایران هم همینطور بود. با ماچره من چند روز که در آمریکا بودن باهاش در ارتباط بودیم، با هم دیگه صحبت میکردیم. بسیار دختر نازنینی بود، بسیار خانم با کلاس، بسیار با کلاس، بسیار دوست رفیق. و وقتی که به ایران رفت چند بار با همدیگه، چه در اروپا که بود یا چه در ایران بود، با همدیگه صحبت میکردیم. آخرین بارم که صحبت کردم حدود یک سال خورده پیش بود که توسط یکی از دوستان که اون همونجا بود تماس گرفتش و با همدیگه صحبت کردیم. گفت یه نفرم اینجاست دوست داره با تو صحبت کنه. و من باهاش دیدم ماچره عزیزه و با ماچره صحبت کردم. در باره ازدواجش گفت که ازدواج کرده، بچه دار شده و اسم بچهش رو گفت به هم، همه حرفا رو. و خیلی از زندگیش راضی بود، خیلی داشت تعریف میکرد از زندگیش و میگفت انشالله قسمت بشه ببینیمت. گفتم حتما دوست دارم خانوادت رو ببینم. ولی متاسفانه هیچ وقت درباره مریضیش من نگفته بود. یادم میاد چند روز طولانی نبوده مریضش. البته من نمیخوام نوع مریضش رو بگم، برای اینکه بحث به خانواده داره که برای از ضد همه بسنید. میدونن کنسر کبد بوده. آخه چیزای مختلفی من دیدم. چیزی که خوندم درباره، آره چیزی که من خوندم درباره جگر بوده، مثل که کبد بوده. ولی داستان اینه که مراسم خاک سپاری دیدم، تسلیت میگم به خانواده‌اش. سینما مرکز عقیده من اینه که ما باید موظفیم که این کارو بکنیم و به هر حال سینما رو برقرار کنه، پا نگه داریم، آدم جدید، اون هرچه جدید، چون سینما مال اینا هست، مال ما که نمام داریم. یه دورانی داشتیم و گذرانیم، الان هم اگه دارم فیلم میسازم قبول هم دارن، متاسفانه یا خوشبختانه میگن فیلم بساز، و اینه برای زندگی مال اینا هست. حال ماچره یه روز تشریف بردن در خدمتشون با مادر بزرگشون، مثل که ایشون فامیلی میان همه جا، تشریف بردن دفتر منو که من دیدم ایشونو. بعد صحبت از کار شد، ایشون خیلی اصرار علاقه کردن، منم هرچی
دقت کردم ببینم لهجه‌ام نداشت و عجیب بود با کسی که 20 سال در انگلستان زندگی میکنه چطور لهجه نداره، لهجه نداشت. یه خود باش نگاه کردم، یادم از این ادا ها در نمیم، خانم تست بگیرم و خانم نگاه کنم، از این کارا من برم نگاه میکنم برام فرم، متاسفانه یا خوشبختانه. وقتی که درسم تموم شد برای یک دوره کوتاهی رفتم دنبال سینما و اینا، بعد از این دوره یه پایان‌نامه میخواستم تهیه کنم که این پایان‌نامه رم روی آقای قادری کار کرده بودم و کاراشون، و برای همین بود که اصلا به ایران برگشتم. بعد از 18 سال رفتم که با ایشون مصاحبه کنم و امضاشون رو بگیرم. راست میگی؟ بله. بعد همینطوری شد که ایشون رو ملاقات کردم و بله، شانس به هم رو کرد و من پیشنهاد کردم دست این چشمان سیاه ها بازی کنم. خب درباره نقشه چشمان سیاه، اسم نقشه شما چی هستش؟ غزل دلاویز، دختر دانشجویه که در دانشگاه سال آخر دانشگاه شاعر، از خانواده متوسطیه. علیرضا من یه سری بگم، من زیاد البته چون کسی از خانوادهش کلن دقیقا اعلام نکرده، من مرض کبد رو خیلی خیلی قابل علاجه، نه میدونم بسیار قابل علاجه، حداقل میتونه زندگی یک نفر رو بیشتر ادامه بده با تعویض چی؟ با تعویض کل کبد یا مقداری از آن. ولی در یک جایی دیگه من خوندم حالا چه لوزل میده هست یا من نمیدونم، ولی مهم این هستش که متاسفانه ما این نازنین از دست دادیم در سنین باور نکردی 44 سالگی، بسیار ناراحت کننده است. و گفتم یکی از چهره های دوست داشتنی و خیلی با کلاسی بودش که خب ما میدونیم که او هم در آکسفورد تحصیل کرده بود، در دختری بودش که تحصیل کرده بود، درس خونده بود، و شما هم که درباره پدرش آقای خلیلی آشنایی دارید که در سال 1337 با ایده از این تیم آکروجت امریکا اومدن و یک گروهی رو درست که یک تیم آکروجت بیده آکروجت طلایی، آکروجت طلایی تأسیس شد با کمک کی؟ با کمک تیمسا جانبانی. الان من اسمان اینجا داشتم، چرا الان ندارم؟ تیمسا جانبانی؟ بله. اومدم 1337 تا 1359، بعد مؤسسان تیمسا نادری جهانبانی بود. نادری جهانبانی و همینطور اون گروه امریکایی اسمشون بود سکای بلیزر و شکل گرفت. کسایی که در این بعد نیست که بگه همچنین یک سر خلبانه خیلی خوب ایران، همین منوچهر خلیلی، سرهنگ منوچهر خلیلی، پدر ماچره. بله. کسان دیگری که نداره بعد نیست اسمه، چون با اکثرشون من اسما خیلی خیلی آشنا هست برام، میشناختم اینا رو موقعی که مقدار خیلی خیلی جوان‌تر بودم. امیر حسین ربی، تیمسار ربی، همونطور که گفتیم تیمسار جهانبانی، بعد دیگران که زیاده. یکی از خلبان های باور نکردنی ایران که ایس بهش میگفتم، واقعا ایس خلبانی بود، اونم یدالله جوادپور بودش، و امیر خاتمی، بهرام هوشیار، یدالله شریفی راد، منوچهر مینوسپر. مینوسپر که تیمسا مینوسپر که در اورنج کانتی و پسرش هم خیلی فعاله. مینوسپر، فرهاد نصیرخانی، علی قاسمیان و منوچهر، همین تیمسا منوچهر خلیلی. در اصل یک گروه باور نکردنی بودن که یه موقع میرفتیم برای فقط دیدن عملیات اینها روی آسمان و خیلی هم خطرناک بوده. باور نکردنی. بله. یک اشتباه کوچک بیدید دو هوا بمار بهم با تغییراتی که انجام شد در ایران این گروه هم از بین رفت و این و نمیدونم کدوم از این خلبانان بسیار بسیار زبده ایران. درود فرمان با آنهایی که زنده هستن، آنهایی که هستن، اگر هم اونهایی که نیستن درود نه. چرا؟ نه با اونهایی که زنده هستن میگم آره، بعد فقط با اونهایی که زنده هستن، من کاری ندارم. نه اگر هم شما آشنا دارید با خلبانانی که الان در قید حیات هستن، در این گروه بودن، سلام ما رو برسونید، بگین که ما در موردشون صحبت کردیم. بله سلام. خب این از این ماجرا دیگه چه خبر علیرضا؟ خبر دیگه همین خبراست که داریم. اولا چه خبری داری تو؟ خبرهای دیگه که بخوام بهتون بگم که قابل عرض باشه اینه که طولی هم پیدا کردی بگو. چی رو؟ قابل طول. چی شد؟ قابل چی؟ طول.
قبل عرض طول عرض طول از نظر اقتصادی بهتون بگم بازار بورس امریکا باور نکردنیه داره خوب عمل میکنه. بازار بورس امریکا از 2018 که دونالد ترامپ اومده نزدیک 50 خورده درصد رشد داشته. اینطوری که در خبرات ولی من اینه که الان من تو سی ان ان دیدم یا توی فاکس دیدم ولی 50 درصد نمیتونم قبول کنم برای که شاید 25 درصد ولی امروز دیدم میشه 50 درصد. حالا شاخص‌های مختلفو دارن صحبت میکنن و خوب بوده ولی خب از نظر اقتصادی نگاه کن از نظر پول مردم تو جیب مردم خب مسئله داریم الان. درسته. یادم نه مسئله ندارن چون از کمک دولتی استفاده میکنن و همچنان دارم اینجا در سر کارم نمیخوام برم. نه. نه. شما بودی میرفتی؟ نه. نه. اونایی که دارن این تسهیلات براشون ایجاد شده و میتونن از این مزایا استفاده کنن نه. نمیرفتن. خب بعد قرار بوده 1,000,000 شغل جدید اضافه بشه لیست پرداخت حقوق شرکت های خصوصی. مردم نرفتن سر کار. تبلیغ کردن بیان کار داریم. همه 167,000 نفر رفتن سر کار ماهی گذشته. بله. یه تو نمیرن. این هم از این ماجرا. بعد دیگه میتونیم بریم علیرضا نگاهی بکنیم به چی؟ به مطالبی که امروز مستقیما میخوایم با شما صحبت کنیم. خواهش میکنم. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش چقدر جالبه. ولی حالا که برمیگردیم دوستان عزیز یه روز من برگشتم گفتم فرق سن همینه. ببینید همه چی اینجاست. این ببینید این مرغ پرکنده همین طور دنبال مطلبش میگشت و شما هم باور میکنید تو رو خدا نگاه کنید همه چی اینجا مال ایشون همه چی اینجا تازه همه رو بعد نگاه کنه تا متوجهش بشه. بعد نمیبینم خب دیگه این چه عینکی میذاره اوه چقدر جای انگوشت رو این اینک همچنین میذاره اینجوری و به خدا یاد ها جبار میافتم تو فیلمه بود میذاشت ایلک و اینجا ایتاری میذاشت چطوری؟ تازه پشت دوربینم ناراحت شده از این کار شما یه نفع ما یه اشارهی میکنه نمیدونیم نظر به چشت ضعیف بشه دکتر شما هستن؟ این دکتر بله همه جا با من بیاد همه جا از نوک سر تا کجا بگم دیگه نوک پا مدرک شما کجا گرفتن؟ کجا فارغ التحصیل شدن؟ همین تو خیابونا خودشون رفت بله تو خیابونا به همه چی کار داره خودم اگر من این کار رو نکنم دوستان عزیز این برنامه فیس تو فیس روی آنتن نخواهد باور کنید تمامه چون آنتن یه وجود داره یا همه ساتلایت داره یا کیبله چون آنتن نداره که بود رو آنتن بره اینش هم قدیمی فکر میکنه نصف مغز خودم آنتن چیه؟ نصف مغز خودم رو برای برایشون استفاده کنم آنتن از باباهاتون پدر بزرگاتون بپرسید آنتن چیه؟ آنتن نمیده اصلا غذر رو میزنی رو پشت بون آنتن نمیزنی؟ بپرسید آنتن چیه؟ آخه میره رو ماهواره ماهواره هم نداری خب آخو چقدر منفی بافه این اولین بخش برنامه ما اینقدر منفی باف نباشه علی رضا تو رو خدا من یه نفر میشناسم یکی از آشناهای من هستش آشنای عزیزی هم هست حالا نمیگم کیه ولی این آدم 30 ساله داره کار منفی میکنه 30 ساله داره کار میکنه و آدم موفقی هم هستش تو کارش یعنی تحصیل کرده است بسیار موفقه درآمد بسیار مهندس هم هست مهندس هم هستش و الان هم با من بیشتر دوست دارم با یه کمپانی کار میکنه که چه چیزایی نمیگه اون یه کمپانی کار میکنه که این کمپانی در واقع برای دولت آمریکا و برای قرارداد امضا میکنن قرارداد دولت آمریکا رو انجام میده و خب یعنی خیالش راحت شغلش اون زمانی که همه هم تعطیل بودن اینا باید کار میکردن آره. و این داشت پول میگیره آره. من از توی این 30 ساله 28 سال و نیمش شاید یا 29 سال و نیمش شایدم که امکان داره منو بیرون نکنه نمیدونم امکان داره من تو حالا یک مردم بیرونش نکردم آره یه بار بیرونش کردم
کمپانیه تعطیل شد اینو بیرون نکردن کمپانیه صاحب عوض کرد اینو بیرون نکردن چند روز پیش باش صحبت میکردیم دوست بسیار خوبه منه خیلی هم دوستش دارم باش صحبت میکردیم گفتم چطوری؟ شروع کرد به ناله کردن وای بدبخت شدیم بیچاره شدیم گفتم خدایا چی شده؟ دکتر رفتی دزد اومده خونتون ماشینتو دزدیدن تمام چه اتفاقی افتاده گفت نه دیگه این شغل ما امکان داره بیرون رو کنم من یک خنده ای کردم این دفعه گفت خواهش میکنم بریزه نگو گفتم دوست عزیز من معلوم این چند سر شما رو میشدن هر روز داره میگه امکان داره ما رو بیرون کنن چه خبره من نمیدونم هیچ موقع بیرون نخواهن کرد اگرم تازه بیرون بکنن انقدر در نظر بازنشستگی و ازش خوبه که احتیاج نره داره ما شوال بکنن خب دیگه نمیدونم داستانش چه خسیسه بهش کاری وقتا میگم میگم تو توی خانواده نمیشه یه نفر اینجوری باشه یه نفر اونطوری باشه نمیدونم دلیلش چی هست نه خصیصم نیست حیوانکی ولی در اصل امروز ما میخواستیم در مورد منفی بودن صحبت کنیم ببینید الان موقعیتی که در دنیا همه در یک جاده قرار داریم واقعا در یک جاده قرار داریم از نظر کار و درآمد و مسائل اقتصادی درست بالا پایین داریم خب برای خیلی هم من متاسفم که از نظر کاری و اینها ببینید ما همه خودمون در یک جاده داریم حرکت میکنیم ولی ما صحبتمون با اونهایی است که آدم واقعا قلبش میگیره اصلا دیپرشن بهش دست میده استرس میگیره اصلا چقدر استرس تو ایران رواجه هر کی صحبت میگه میگه استرس گرفتم میگه اینو خوندم استرس ناراحت شدم استرس گرفتم اون رو نگاه کردم استرس گرفتم اومدم این تقاضانامه رو پر کنم سخت بود استرس گرفتم بعد رفتم سرم زدم نه اینو ما نداریم راستی به شما چقدر استرس میگیریم بابا خدا تو رو خدا سرم زدن اصلا ما تو آمریکا این رواج نداریم اصلا نداره یعنی ما اصلا یکی به اون میگه رفتم الان یه سرم گرفتم اومدم سرم چی و البته من به مکسی پسرمون سرم میذارم آره میذارم شدیدن آره ولی این سرم زدنه که دفعه الان دارم میرم درمانگاه یا دارم میرم آی سی یو اصلا یارو میگه چی فکر کنی برم یه سرمی بزنم میگم سرم چی بزنی یه ویتامین دی و ویتامین بی بزنم آره کامپلکس بزنم اصلا ایتس واسه من تازگی داره اینجا هم چند از ایرانیان عزیز دوستای خودم میشناسم که یه دفعه میگن کجا دیشب تا ساعت 2 بیمارستان بودم چرا گفتم رفتم سرم بزنم ای بابا خلاصه حالا وقتی که اینا رو میشنوی باور کن آدم استرس میگیره مثل شما استرس میگیره برای اینکه یه نفر واقعا برگشت گفت من خسته شدم از کسانی که میدونم درآمدشون خوبه میدونم که دارن خرج میکنن میدونم که کارشون هم دارن میرن سر کار همینجوری ولی هر موقع ما زنگ زدیم اینا گفتن وای درآمد نداریم چیزی نمیتونیم بخریم بعد از نظر کار سرمون خیلی خلوته اینها باور کنید آدمو عذاب میده چرا اصلا در موردش باید صحبت کنید چرا چیکار ما میتونیم براش بکنیم نه چی به نظر من همون بعضی از آدمها به خاطر همین منفی بافی ها و به خاطر اینکه کلن همیشه این ساز مخالف رو میزنند خیلی دوست دارم باشون رفت آمد بکنه دوست دارم تو مهمونشون دعوتشون کنن ببینید یکی از دوستان بسیار بسیار نزدیک تو هم داری نزدیک میشی اونجا آره یکی خدا کنه از یه طرح از یه لحاظ امکان داری اتفاق بیافته یه فرجی صورت بگیرید از فردا زنگ بزنی شروع میکنم به منفی بافتن شما نمیدونی این هم اخلاق خودشو داره زود ناراحت میشه قلب شکننده ای داره گفتم من میخوام من بزرگشم اصلا نمیخوام اسم پیروزی در شکست در در پیروزی نیست لذتی که در شکست در پیروزی نیست یاد باشین خیلی لذت بخش شکست شکسته که خیلی ممنون اینو میشه هر چند دقیقه این کار انجام بدید یه لپت هم بگیرم ببینید برای یه کار معمولی دستمزد میخواد خلاصه عرض کنم که من اتفاقا با یکی از دوستان بسیار نزدیکم الان یک ماه صحبت نکردم چرا؟ قرار نیستم ولی خسته شدم هر موقع زنگ زدم با اینکه از تو خونه رو مبل نشسته داره سریال آقازاده رو نگاه میکنه با سریال دل با سریال همگناه و دو سه تا سریال دیگر رو داره نگاه میکنه که همه ما رو گیج کردن واقعا نمیدونم به چه اون طرف داره میگه سناریوهای این سریال ها یعنی چی آخه این آخرش چرا یک دفعه همه چی اینطوری میشه حالا بعدا صحبت میکنیم در موردش ولی اینقدر
هر موقع من ازم شکایت از اینکه وای خدا از صبح رو مبل نشستم دارم کار میکنم، باور میکنی؟ اصلا ما از کجا بدونیم شما این داری درست میگی؟ نه رو مبل نشسته کار میکنه زیر ایرکاندیشن، خیلی ناراحت هم هست. بعد داره مثلا کوکاکولا میخوره، خیلی ناراحته. تو خدا یه مقداری مثبت باشید، واقعا یه مقدار مثبت باشید، یه مقداری با دوستانتون که وقت صرف میکنید اینقدر از این نگید که دارن از کار بیکار میکنن یا بیزنس هم خراب شده یا اینکه سرم خراب... خیلی شلوغه. ما بیزنسم خراب شده، نه من سرم خیلی شلوغه، اینو بی خود دارم. چند روز پیش شهبال شپره میگفت من نمیدونم تو چطوری میشه گیر آورده، چون همش هر دقیقه با تو صحبت میکنیم داری یه کاری انجام میدی. گفتم به خدا سرم خیلی شلوغه، ولی واقعا سر آدم شلوغ بودنش یه چیزی. من یه دوستی داشتم که این یه مغازه باز کرده بود، جواهر فروشی. بعد بهش گفتم که اوضاع چطور و اینها، اون ادامه تحصیل نداد. داشتی دوست خدا رحمتش کنه؟ نه هستم. آره این ادامه تحصیل دیگه نداد مثل ما اشتباه کنه. تو دوستات همین است همسن رو خودت هم یه وقت دارم فکر. نه هستش هستش. آره بانه تو خدا بیا مرزت شد. دوستی دارم. اگه بگی داشتم من بیا خدا رحمتش کنه. خلاصه این رفتش تو مغازه بیزینس. رفت تو بیزینس کنم خواهر تو بیزینس رو دو سال از دانشگاه که خوند رفت تو بیزینس. بعد یه جواهر فروشی باز کرد. گفتم آقا وضع جواهر فروشی چطور و اینا، میخواستم اینم علم بهتر از یا ثروت. گفتم وضع جواهر فروشی چطور و اینا، بعد گفت خرابه هری، خیلی وضعم خرابه، خیلی ناراحتم و اینا، ایداد بیداد وضعش خرابه. خب چی اینا، ناراحت شدم. یه یک سال نمی گذشت و دیدم مغازه دومی باز کرد. گفتم تو مغازه دوم باز کردی؟ پس چی گفت؟ نه به جون تو اون آره چه خبر، اگه باز نمی کردم باز کردم، اینو باز کردم شاید کمکی بشه. از اون که هیچ اتفاق نیفتاد تو فون بعد یه پایراز خرید، یه برج خرید، سومی رو باز کرد، سومی رو باز کرد. گفتم تو مدرسه بود من بایشتی اینو گفتی یه رن شد سه تا، چی گفتی؟ پس تو رو گفتی به من اینا؟ گفت نه میدونی. گفتم ببین حرفتو بزنم. گفت ببین اگه روز اول میگفتم همه تو میمیدین تو این کار ما نمیشون. من اینجوری تعریف کردم. آره در صورت تو رو خدا احتیاج نداری اصلا صحبت نکنی، از چیز معمولی صحبت کنی، از ورزش صحبت کنید. آدم از... خوشحال میشه نه بگی آقا وضعت خوبه. خوشحال میشی قد دخل بگو، احتیاج نداره نه بگی خوبه نه بگی بده. آقا معمولی هستم دارین کار میکنه سواله. سمنان این کت شما رو من رفتم اینو بخرم دیدم، میتونستم نمیشه سه چهار تا از اینا بخرم یه دونه از اینا نمیشد ببینی، نمیشه ببینی چون اونجایی که تو میری کت میگیری همش آویزون هم تو هوا آزاد، این تو بوتیکه. خودتون نگاه کنید، خودتون نگاه کنید، من میتونستم سه چهار تا از اینا بخرم. یه دکمه رو باز کنید توش ها نشون بده خوشه که اصلا من باور نمی کنم، برای که یه عده میدونی چه تقلبایی میکنم. چینیه، این چینیه، از چی خریدن الان مسلمان از چینه. در هر صورت دوستان عزیز منفی نباشید، علیرضا تو خود منفی نباش. ببین الانم چون تو سر چلوغه باید بری، غذا هست ولی متاسفانه وقت نمی کنی بخوری. یه چیزی واسه بگم داستان جالبیه. یکی از دوستان چند روز پیش برگشت به من گفتش که تو چرا اینقدر آروم شدی؟ بعد گفت حالت خوبه در زم؟ گفتم چرا؟ گفت خیلی لاغر شدی. گفتم خب عزیز من شما من ندیدی الان چند ماهه من پدر خودم رو در میاریم که لاغر بشیم مثل خود شما که بله. کلی وزن کم کردی شما. بعد گفتش که واقعا اینا خودم آره. بعد گفت اخلاقا چی؟ اخلاقت دیگه اون داره تمام اون سمتمسا رو دنبالش میگرده. گفتم قربونت پاک سیمای نازنین اسمش هم میگم چون دوست خوبیه با خوبه منه و براش اهمیت داشتش. گفتم آدم ها در طی زمان بعد وقتی داری تو تلفنی الان صحبت میکنی بیزینس صحبت میکنی کام کار صحبت میکنی که نمیشه گفته خندید برم که کلا من تو کارم یک کرکتر دیگه دارم تا بیرون کار بله. با من هستی خوشحالی، خوش اخلاقی، تنها آدمی هستم. هر کسی دیگه هستش. چند روز پیش یکی دوستان هم برگشت گفت علی این بابا چرا اینجوریه؟ سر هر چیزی دلخور میشه. همینطوری گفت؟ اینجور تو اون حسین چرا همه سر هرچی دلخور میشه؟ آدم نمیدونه بعد این چی کار کنه؟ گفتم آره حسین
روحی شکننده ای داره بچه. وقتی که میبینم که نبی راه کجی داره میره چیکار کنم که دلخور میشم، هر کاری میکنم به راه راست طرف هر چی بهش میگفتی. اینا دو نفر بودن حرف شما رو گوش نمیکردن، داشتن به شوخی برگزار میکردن. شما دیگه دلخور شدی گفتین آقا من دارم بهشون درس زندگی یاد میدم، دارم بهتون مسائل یاد میدم، شما به جایی که بخواید گوش کنین هی مسخرگی و لودگی میگیرین. تو خیلی خوب شده گفتی. بعد ببین آدم، ما در یه دنیای زندگی میکنیم که اطلاعات، اخبار، چیزی که دور و بر خودمون میگذره، خب من برای زه احترام میذارم، برای که خوش میدونه چه خبره دور اطرافش. من هم سعی میکنم بخونم، نگاه کنم، یاد بگیرم. اگر من به دوست نزدیک خودم عرضه به من یه اطلاعاتی میده، من قبول میکنم. من یه اطلاعات به عرضه میدم، قبول میکنم. من مجبورم بگم درود بر تو اگه دروغ بگی. چرا خب؟ چرا؟ آخه نه، بازم که بهش میگی فکر میکنم که نه خیلی میگم آقا گوش کن همین هست. نه نه نه، یواشکی گاهی وقتا، نه همیشه، نه بعد بهش کردید داد، نه همیشه، ولی مثل این سر سریال همگناه. سر سریال همگناه من خدمت شما 5 هفته پیش گفتم که یکی دیگه دوستانم گفته بود که این مادر پیمان، مادر پیمان واقعی نیستش. بله. یعنی فوت کرده. این فوت کرده، این واقعا فوت کرده. بعد شما من سوال کردیم، من به شما یه حرف زدم. گفتم از اول تا آخر سریال هیچ کار دیگه نگاه نکن. این چارقدی که رو سر این خانم رو نگاه رو سرش عوض نکرده. آره این عوض نکرده. شما این... گفتی نه. نه ببین علی. یکم $5 باختی. آره $5 باختم. بعد نگاه کنه. این چیزی نیستش که یه نفر باید یه اطلاعات، یه معلومات، یک چیزی داشته. نمیخواد. یه بحثی بود بین ما بود. من باور نمی‌کردم که این سریال اینطوری مثل سیکس سنس، فیلم سیکس سنس باشه و اونطوری خوب در نمیاد. اما بذار برگردم یادم نره. وقتی که من تو دوست من هستی و برمیگردی میگی رئیس جمهور امریکا الان ابراهام لینکنه، بعضی از دوستا اصلا هیچ چیزی میگم میگم ولش کن بابا، این قبول داره ولش کن. ولی من اینطوری نیستم. من واقعا باید درست تصحیح کنم. مرسی. این خودت هم قبول داری؟ کاملا درست. دقیقاً تو هم این کارو میکنی. یه وقت بعضی از آدما هستن که لازم نیست تصحیحشون کنی. بلاکشون کن. یعنی تو ذهنت آخ نمیشه. هر چی گفت دلم میسوزه. من یه کاراکتر دارم. آره تو داری. من کاراکتر دارم. یه بار میگم میبینم آقا طرف تو باغ نیست. میگم درست میگی. برای همین یک دو تا بیشتر دوست پر اطلاعات بیشتر نداری. میگم میگم درست میگی. تو درست میگی. آره تو درست میگی. نه من نمیتونم. برای که چند روز پیش اینم به شما بگم دوستان عزیز، حالا که در امریکا هستید بعد نیستین بدونید، مثلا رستوران های های کلاس در امریکا که قیمتاشون خیلی بالاست، کسایی که اونجا میرن به قول تو علیرضا به خاطر قیمت نمیرن، به خاطر کوالیتی غذا میرن. Absolutely. برای این منیوها رو که باز میکنی فرق داره با تمام منیوهای دیگر که غذاشون زیر $30. درسته. اونایی که زیر $30-$40 اون ور اینجا نوشته استیک، اون ور نوشته $22 هم زده یه نقطه و دو تا صفر. خب اینو نگاه میکنه، اینو باید نگاه کنه چرا باید خرج کنم. رستوران های کلاس غذا رو مینویسه، اون برم نمیره، بقل غذا مینویسه 77 29 30 40. این علامتشه، این قیمت این غذا. او ام پی خب یه سطح یه چیز دیگه یعنی چی پدر اصلا در اومده اینه نفهمی ام پی رو نمیفهمی. ام پی یعنی قیمت مارکت، مارکت پرایس. این باید بپرسی از طرف که امروز مثلا مارکت پرایس قیمت, قیمت ماهی مثلا در بازار سمن چقدره. بله مثلا خرچنگ و لابستر اینا رو مثلا مارکت در مارکت پرایس. حالا من اومدم در یک روزی به تو در دو تا دوستام اینو خب بد نیست بدونن دیگه. داشتی بهش میگفتی چیه؟ برای قبول نکردن حرف رو، برای مسخره کردن. یکیشون البته. مسخره کرد گفتم خب دیگه همینطوری میتونیم ما 20 ساعت مرسی حد 2-3 دقیقه این کاره. این به خاطر این این کارو داره میکنه. نه گفتم حرف قبول لوپا میگیرم دیگه. نمیخواد. قبول دارم منو. من خب من گفتم چرا؟ دلم میسوزه. خب چرا توضیح ندم؟ من که میدونم، منم یکی دیگه بهم گفته. خب بگم، ولی وقتی اگه قبول نکنه دوست نزدیک آدم که داری یه اطلاعات خوبو بهش میدی که هیچ کس دیگه نمیده. تو چیزی داری. تو معلمی درس میدی به مردم. تو نوع حرف زدنت عین معلم یادم نمیره. یاد نمیگیرم. یادم نمیره. عین این معلماست که سر کلاس به من میگفت امیر قاسمی گوش کن. گوش کن. این درست همون رو یادم میاد. نه برای اینکه ببینید بعد آخه
من با صحبت یه بچه 5 ساله صحبت نمی کنم که یه کسی همسن خودم دارم صحبت می کنم که دیگه این دیگه با آرامش که نمیتونه انجام بده. enough is enough باید یاد بگیریم. اینم از این ماجرا فراموش نکنید. در اصل اگه موافق مخالف هستین من دیگه کاری نمیتونم بکنم. یه مخالف میگه من دارم دیگه شما نباشید. این باور کنی این خوبه. این به خاطر اینکه نه به خدا قسم میکشمش این بالا برمیگردی. و اما دوستان عزیز ادامه میدهیم. یکی از سریالایی که ما نگاه میکنیم در این دوران قرنطینه واقعا برای اولین بار بود که هم من و هم علیرضا شروع کردیم به چند تا سریال ایرانی نگاه کردن. نه که سریال آمریکایی ما هم تموم شده. آره سریال آمریکایی تموم شده. منظورم اینه که نه که دوست نداشته باشیم، موقعیت نبوده واقعا. در این دوران قرنطینه چندین ماه از عید نوروز تا الان ما خونه و بیرون و از خونه کارمون انجام میدیم. خب این سریال ها رو هم نگاه میکنیم که بعضیش خیلی خوبه، دستشون درد نکنه، بازی ها خوبه، کارگران خوبه، خب مثل هر چیز دیگه یک ایرادایی هم داره. یکی از اونها سریال آقازاده است. حالا من نمیخوام زیاد به سریال بپردازم، شما میتونی کارو بکنی. اونم در یک صحنه ای ما مشهد رو دیدیم. بله. و رفت بودم برای زیارت. بله. حرم امام رضا. بله. که خب ما خاطرات خیلی زیادی داریم. ببینید زمانی بود که مذهب اجباری نبود، دل بخواهی بود، همه چی آزاد بود و ما عاشق رفتن به مشهد بودیم. من در مشهد هم در دوران خدمت ارتش هم من در مشهد خدمت کردم و دوران بسیار بسیار عالی داشتم. دوستان بسیار خوبی هم اونجا دارم و از جمله الان سالهای سال ندیدشم مهدی صباح‌زاده و کارگران خیلی خوب. بله که این داستان جالبیه. ما روزایی که با هم دیگه راه میریم یا با حسین وقت میذاریم با هم دیگه میشیدیم صحبت میکنیم یا به دور از کار داشتیم درباره همین سریال صحبت میکردیم و این صحنه ای که از حرم امام رضا علیه السلام دیدیم و حسین شروع کرد خاطراتش تعریف کردن و منم همینطور. و این برنامه فیس تو فیس به خصوص در این ایام زمان خوبی بود من و حسین گفتم که این خاطرات رو باید جلوی دوربین برای با مردم تقسیم کنیم. دوست دارم عنوان کنیم از مهدی صباح‌زاده گفتی و بعد بقیه کسا. من در دوران خدمت سالها اون سالها به مشهد رفتم، نه که خودم برم اونجا منتقل شدم. موقع ماشین نبوده، درشکه بوده. آره تقریبا 3 سال طول کشی رسیدیم، 2 سال باید خدمت میکردیم، 4 سال هم تیش برگشت، 7-8 سال دور هم دیگه طول کشید. نه به مشهد رفتیم، اول به تربت جام، مرز ایران و افغانستان. خب یک شهر رو باور نکردنی بود، انگار یه کشور دیگه، واقعا انگار رفتی افغانستان. باور نکردنی بود. در یک پادگان خیلی خوشگلی اونجا دوران آموزشی بودم، بعد رفتم به کجا؟ به لشکر 77 مشهد. و چون ما یه مقدار از تهران رفته بودیم تئاتر بازی میکردم و کارهای هنری انجام میدادم، ما را در آوردن بیرون به عنوان هنرمند بردن باشگاه افسران لشکر 77 مشهد. با اونجا برنامه هنری تهیه میکردیم، همچنین در این گروهان قرارگاه که خیلی واقعا ارتش در ایران خیلی خوب بود، یعنی آزادیایی داشت و مقررات بیشتری از الان داشت. خیلی مقررات بیشتری از الان داشت. بعد هم در باشگاه افسران اونجا تئاترهای مختلف اجرا کردیم، از جمله با مهدی صباح‌زاده آشنا شدم. که در یکی از تئاترها که عکسش هم دارم الان با ما در اون گروه و ما بهش افتخار میکنیم. بیا الان یکی از کارگران خیلی خوبه. چه فیلمی رو دیدیم ازش که آقای پرستوی اومد اینجا؟ با تینا خانه کاغذی. بله کارگردانش مهدی صباح‌زاده بود و اینجا ما اینو در بیولی هیلز دیدیم این فیلمو. خاطرات خیلی خوبی داشتیم. رفتن به حرم امام رضا یکی از تفریحات خیلی خوبی برای ما بودش، برای اینکه آزاد بودن همه، همه به خاطر خودشون میرفتن نه به خاطر چیز دیگری. درسته یا نه؟ بله اصلا در واقع نمایش نبود، نه از دل بود. این یکی از چیزه بود که خودت صحبت میکنی. منم مشهد خیلی دوست داشتم به خاطر که من دختر خالم از من سنن خیلی بزرگتر، یعنی کلن خانواده مادری من فاصله سنیشون دختر خاله، پسر خاله، اینا پسر دایی، اینا همشون از من فاصله سنیشون 15 سال، 18 سال، 16 سال
نه خود پسر خاله من که ببخشید 30 خورده این سال بچه‌هاشون مثلا 15 سال از من بزرگتر بودن. شما رشدتون کند بوده؟ آره من در واقع در اون دوران کوچکترین بچه خانواده بودم. آره بعد دختر خانه من اونجا زندگی میکرد با همسرش و بچه‌هاش. بچه‌هاش بزرگ بزرگش مثلا از من 15 سال بزرگتر بود. 15 16 سال بزرگتر بود. کوچیک کوچیکه مثلا خب از من 2 سال کوچیک‌تر بود. همیشه بوده آخ بازی نمون. بعد ما 2 3 سال کوچیک‌تر بود. بعد برای همین ما که می‌رفتم اینا اینقدر این بچه‌ها به من محبت داشتن و می‌رسیدن و وقت می‌ذاشتن برای همین یه حس خوب. کجا بیشتر وقت می‌گذروندی تو مشهد؟ ببین اول از همه که استاندار مشهد دوست خیلی نزدیک پدر من بود. از دوران نوجوانی آقای ولیان با پدر من دوست بودن. عبدالعظیم ولیان. روحشون شاد. و واقعا نقش موثری در مشهد تازه و مشهد مدرن به وجود آوردن. همون بازار رضا، همون درست کردن صحنه جدید همه رو و نقش موثری ایشون بازی کرد در ایران. و بعدم خب انقلاب که شد اومدن آمریکا نیویورک زندگی میکردن. ولی خب این نزدیکی اونجا داشتیم که خب ما خیلی به وکیل آباد و اینجاها میرفتیم و اون یه مسئله خاص بود. کوسنگی با فامیل میرفتیم. دوستان رو در ایران نگاه میکنم میگه خب اینجور چیزی که دارین شما میگه خب ما خاطرات خودمون رو داریم میگیم. نه حس خوبی بودش. مثلا یادم یادش که این مشهد سینماهای مشهد و ما هم طور اکثرا در یک خیابان قرار داشتن. هتل هایت مشهد خیلی خاطره خوبی بود واسه من. هتل حیات البته. آره هایت می‌رفتیم اونجا و بعد صبح زود می‌رفتیم حرم و بعد برمیگشتیم که لب استخ باشیم. ما صبح زود اکثرا ما موقع دوران خدمت که خب هم یه آپارتمان خیلی خوبی داشتیم با چند نفر دیگه زندگی میکنیم و در داخل پادگان و در باشگاه افسران. ولی هر سال خانواده ما به مشهد میرفت با قطار. مشهد میرفت خیلی هم لذت بخش بود رفتن اونجا. خاطرت صبح زود من رفتن به حرم خوردن شیر داغ بود. ساعت 4-5 صبح بود در جلوی دور اطراف حرم و دوران خیلی خوبی بود برای ما. خاطرات خیلی خوبی از مشهد داریم با تمام چیزایی که برای مردم فراهم بود. همه چی عالی بود. از مواد غذایی، از زندگی، از هر نظر فکر میکنی بسیار بسیار عالی بود. ولی خب چندین سالی که پامون مشهد نذاشتیم نمیدونیم به چه صورته. نه تو تصاویر خیلی قشنگه. بله در تصاویری که ما میبینیم خیلی قشنگ هستش و خب خیلی هم خیلی هم بزرگتر شده از گذشته و مطمئنم که خوبه. این هم یه خاطراتی بود. یه چندین سال در مشهد و رفتن مسافرت هر سال به مشهد و بعد موقع از خانه پیشنگی اونجا استفاده میکردیم برای موندن به جای هتل. و هتلی بسیار معروف بود در دور نزدیک حرم به اسم هتل مرمر. خیلی معروف بود. در یک کوچه طولانی دراز در آخرش هتل مرمر قرار داشت و مثل یک کاروانسرای بزرگ بود. خیلی خوشگل بود. درسته اینا خاطرات خوبی داریم. و آقازاده رو چه سریال آقازاده رو نگاه میکنیم؟ داریم دنبال میکنیم. فعلا داریم میریم جلو تا ببینیم که به کجا میرسه دیگه. هنوز کارگردانیش خوبه؟ خیلی زوده برای اینکه صحبت کنیم. دو قسمت آخر یه خورده کش داده بودن. ولی از لحاظ پروداکشن خوبیه. از پروداکشن از دو تا سریال دیگری که دیدم پروداکشنش قوی تره. بسیار عالی. پروداکشن قوی تری داره. خب برمیگردیم با یه بخش بسیار مهم دیگر. در آخرین قسمت میخوایم مهاجرت کنیم. ما مهاجرت کردیم اومدیم امریکا به عنوان دانشجو خارج اومدیم امریکا. خیلی ها به عنوان مهاجرت میان امریکا. یه عده به عنوان کار میان امریکا. یه عده به خاطر تحصیلات فرزندانشون میان. یه عده همه چی رو میذارن و از اون سیستم خوششون نمیاد میان بیرون. میخوان آزادی بهتری داشته باشن. امریکا رو از دور میبینن. جای کشورهای مختلف از دور میبینن. خیلی دوست دارن برن اونجا. و دوستان عزیز I have a surprise for you. سورپرایز هم دارم براتون. همه چی آنچه که شما میبینید نیست. آنچه که فکر میکنید نیست. کاش مهاجرت نکرده بود واقعا. نیست. نه. مهاجرت ما مهاجرت تحصیلی بود که دل بخواهی بود برای من. و قبل از انقلاب صورت گرفت. کوچ ما اجباری بود.
به خاطر اینکه مجبور شدیم که اینجا بمونیم و اینجا ماندگار شدیم. خیلی از مردم این براشون این مسئله پیش اومد. یه عده‌ای هم به خاطر اینکه بتونن زندگی بهتری داشته باشن از کشورشون کندند و اومدن بیرون، چون در این باور بودن که در کشور خودشون که چقدر دردناکه نمیتونن زندگی خوبی داشته باشن، برای همین بهتره برن. حالا یه عده‌شون به خاطر مذهب بودش که اقلیت‌های مذهبی بودن، یه عده‌شون به خاطر عقاید سیاسیشون بود، یه عده‌ام به خاطر فرزندانشون، خانواده یا اقتصادی، مشکلات اقتصادی که براشون بود و حس می‌کردن که نمی‌تونن در این کشور رشد کنن. حالا چه نتیجه‌ای ما می‌خوام بگیریم دوستان عزیز؟ به نظر من همینطوری فکر نکنید با فیلم و عکس و پسرخالتون اینجاست، دخترخالتون اینجاست، کسی دیگه در یک کشور دیگه هستن، این تصمیم رو نگیرید. ما نمیگیم نه یا اینا، عالیه، هر که دوست داره بیاد قدمش رو چش، اصلا ما مسئولش هم نیستیم، اصلا کمکی هم نمیتونیم بکنیم، میتونیم در موردش حرف بزنیم، ولی تحقیقات خودتون بکنید، آمادگی داشته باشین، فرزندانتون آمادگی داشته باشن. بعد میایین امریکا، عزیز چقدر مهمه، با به مکسی نگاه میکردی؟ مکسی رو آخر سر یه لحظه بیاریم تو سن جوری دور، خیلی سخته چون سیمین بهمون وصله. و اینکه با کیا رفت آمد میکنیم بسیار بسیار مهمه. هر کشوری که میرید، هر کشوری میرید با کسانی که رفت آمد میکنید بسیار بسیار مهمه. تصمیم درست بگیرید. به نظر من چیز موقعیت ایمنی و امن بودن و موفقیت در آینده اینه که با کیا شما رفت آمد میکنید. کاملا درسته. درسته؟ واقعا، یعنی شما مهمترین انتخاب شما بسیار درسته و اینکه نه فقط خودتون، خواهشن حواستون باشه بچه هاتون با کیا رفت آمد میکنن، اطرافیانشون کیا هستن، وقت باید بذارید، این نقش مهم میداره برای این مسئله، و ببینید که اینا با کیا رفت آمد میکنن. شما هر چی که فکر میکنید درباره بچه‌تون میدونید، هیچی نمیدونید. نمیدونید. باور کنید نمیدونید. هیچ چیز نمیدونید. من میگم پدر مادر و پدر مادرها، ماها خیلی ساده هستیم. باور کنید ساده هستیم. موقعی که بچه های ما کوچیک بودن، یه خانواده امریکایی بودن، اگر بچه‌شون میخواست بره شب خونه دوستشون بمونه، یه سوال مهم میگرد. میگفت اسلحه تو خونه دارید؟ باور کنید میپرسید. میگو شما اسلحه تو خونه دارید؟ اگر میگفتن داریم، نمیفرستاد بچه‌شون، چون میترسید این بچه‌ها برن بردارن. شما آدم درستی بوده. باور کنید چی مادره گفته یا پدره؟ هر دو. من فکر میکنم با مادرات بابا اینقدر چیز نداره مغزش. نه بابام که پس برم بابا جی خودم دو نفری باشیم. ولی خیلی حرف قشنگی. آره میگو اسلحه دارین؟ میگفتن آره، نمیذاش بره. آفرین. باور کنید. و بعد اصلا کلاً باز شروع شد. اگه اون کارو میخوای بکنی، احتیاج نیست این کارو بکنی. نه واقعا میره پایین. نمیدونم چرا اینطوری شد. خیلی دوزاری هم خیلی هم گرونه این پیراهن. و در اصل دوستان عزیز، این منظور ما اینه که خوب رفت آمد کنید، بچه‌هاتون با کسایی رفت آمد کنن که اونها آینده درخشان میتونن داشته باشن. و خوب ببینید، هیچ شما حرف بچه‌هاتون رو قبول نکنید تا خودتون خوب متوجه بشید. قبول داره علیرضا؟ باور کنید. این حرفیه که بچه‌هایی که میرن پیش حسین مجید با پدر مادرشون و مادر پدر شروع میکنن از بچه‌شون تعریف کردن که بچه ما بهترین و ایناست. همونجا نگرانش میدارم. سب کن از من، شما هیچی در بچه‌ها نمیدونید. بذارید من با بچه خودتون صحبت کنم تا ازش اطلاعات بگیرم. باور کنید. اکثرا میگن مثلا به این نفر میخواد بره دانشگاه خیلی 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 سخت. بهم میگه آقای مجید خیلی بچه خوبیه. میگم خانم دانشگاه به بچه خوب کاری نداره. از زندان هم میتونی بری دانشگاه. چه ربطی داره که بچه خوبیه؟ معدلش باید خوب باشه. در اصل این از این ماجرا. خیلی ممنون. مرسی. در اصل دوستان عزیز لطف کردید. نگاه کردید تا برنامه آینده.